به نام خداوند پاک درود و سلام فراوان بر همه شما عزیزان در هر کجایی که هستین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی، سلامتی و کامیابی ها آرزو می کنم. من امروز علیم که پخته می کنم. مواد لازمی ازو هست: مواد لازمه حلیم، گندم 2 گیلاس، برنج 1 گیلاس، گوشت ران مرغ 400 گرام، روغن 80 میلی لیتر، دارچینی به قدر ضرورت، بوره به قدر ضرورت، نمک 1 قاشق چای خوری. در ابتدا دیگه بخار بالای منقل میگذارم. حرارت منقل روشن میکنم. یک مقدار آب بهش اضافه میکنم. یک چیز دیگر براتون بگویم که کوشش کنین که گندم اقلا یک روز پیشتر تر کنین. اگر یک روز پیشتر وقت نداشتین تر نکنین. کم از کم اگر شام پخته میکنین صبح تر کنین، یا اگر صبح پخته میکنین شام تر کنین، به خاطر که گندم خدا یک کمک نرم بسازه. هر چقدر که گندم نرم شوه با مو اندازه علی بسیار خوبش میاد. من گندم قبلا تر کردم و این رو بخار میدم. و یک چیز دیگر براتون بگویم که وقتی که علیم پخته میکنین گندمی بدون پوست در بازار بسیار ساده و آسان پیدا میشه، پرسان کنین که گندمی که مخصوص حلیم است، چون پوست نداشته باشه. اگر پوست دار باشه باز وقتی که شما علیم پخته میکنین همین پوست های زی ورق ورق داروی علیمه باز خوش آدم نمیه. خب این هم میمونم که تا بخار بگیره. گوشت مرغ وزن میکنم که چقدر است. گوشت مرغ وزن میکنم چقدر است؟ 400 گرم گوشت مرغ است. شما میتونین که از رانای کلان هم استفاده کنین و از رانای خرده. خب به همین اندازه که دیگ بخار گرفته کافی، چون من گندم قبلا تر کرده بودم. میمونم که بخار ازی برای اینجا یک گلاس برنج لوکا سیره میشوی. بخار دیگم ختم شده. یک چیز دیگر یادآور میشم، وقتی که برنج لوکا باید وقتی که من علیم پخته میکنم باید دش اضافه کنم، چون وقتی برنامه کم است و شما میفهمین که کم از کم 2 ساعت تا 3 ساعتی علیم پخته میشه، از او خاطر من برنج لوکا هم اضافه میکنم بالای سی برای بسیار یک مدت کم بخار میدیم کمک خود نرم بسازه. بعد از اون متبقی در وقتی پخته کردن علیم پخته میشه. سر دیگه دوباره بسته میکنم. بسیار کم بخار میتومش. خب منقل دیگرم روشن میکنم. دیگه خورده دیگر رو میمونم بالای منقل. کم دو باش آب مندازم. و گوشت مرغش اضافه میکنم. میشه از گوشت گوسفندم شما استفاده کنین، از گوشت گوسالم و از گوشت مرغ. هر کدام گوشتی که شما خوش دارین میتونین ازش استفاده کنین. گوشت مرغ به اندیک اضافه کردین. حالا یک مقدار کم نمک بهش اضافه میکنم.
سر دیگه بسته میکنم چند دقیقه میمونم که تا گوشت مرغ هم نرم شوه. خب دیگه بخار گرفته به می اندازه که ضرورت داشتیم. این بخار گرفته حرارت من قله خاموش میکنم. یک ظرف دیگر میگیرم بخار دیگه میمونیم که برای ماشین چالون کردیم. بخار دیگه هم تقریبا ختم شده. اما همیشه براتون گفتیم وقتی که دیگ بخار میگیره کوشش کنین که خوب مطمئن شوین که بخار دیگ ختم شده و سر دیگه باز کنین، به خاطر اینکه بسیار خطرناک است. خصوصا برنج لوک و ماش اگر در بین دیگ بخار باشه دیگه بسیار واقعا آدم خراب میسوزونه. خب میبینید که بخار دیگ مکمل خراب شد. سر دیگه باز میکنم. این رو صاف میکنم. مکمل عوضی خلاص شد. این رو در ظرف دیگه اضافه میکنم. از ماشین میکشم. اگه شما خوش دارین که همیشه آماده و تیار مواد لازمه باشه، میتونین گندم بخار بدین و گوشت مرغ هم بخار بدین نرم باشه. هر وقت خواسته باشین میتونین که علیم آماده کنین. خب این یک بار از ماشین کشیدیم. به خاطر از اینکه خوبتر و زودتر پخته شوه و خوب نرم بیه، این یک بار دیگه از ماشین میکشم. گندم و برنج از ماشین کشیدیم. اما یک گپ دیگر برتون یادآور شوم که علیم پزای ما و شما به طریق مختلف پخته میکنن که هونا گندم و برنج مندازن. البته پخته کردن علیم تقریبا چندین ساعت در بر میگیره
که شاید اونا از نصف شب بخیزن تا صبح یا از سر شب تا نصف شب حلیم پخته کنن، به خاطر اینکه گندم و برنج زنده بعد یک مندازن و فقط اونمو کل کارش نمیست که شور دادن میرن تا که مکمل گندم هم حل میشه و برنج هم حل میشه. اما چون حالا میبینیم که اقتدار مردم قدر حوصله این کارا را ندارن، این طریق آسان ترش است که ما به شما یاد میدیم، میتونی بسیار ساده و آسان ایره دخان آماده کنین، فقط گندم هم جوش بدین و برنج هم از ماشین گوش بکشین، بسیار در وقت کمی پخته میشه، طریق آسان پخته کردنش است. اما علیم پزای ما به طریق دیگه پخته میکنن. ماشین پس میکنم، دیگه بالای من قلم میگذارم. خب گوشت مرغ هم نرم شده، حرارت من قلم خاموش میکنم. خب گوشت مرغ هم نرم شده، ایرم آبش خالی میکنم و حرارت من قلم دیگر روشن میکنم. دیگه کلانتر البته بالای من قلم میگذارم و یک مقدار آب دش اضافه میکنم. یک دقیقه میمونم که آب جوش بیه، گوشت مرغ خردخورد ریز نمی کنم. ایره کوشش میکنم که امروی دست خود خردخورد ریز کنیم که ریشه ریشه شوه. بعض وقتان که شما علیم خورده باشین دیدین که می توته های گوشت به زیر دندان آدمی راستی یک ذائقه که بسیار خوب دیگه میته. باز گوشت های مرغ به شکل ریشه ریشه خورد خورد ریزه میکنیمش. امو زمستان کیفیت امو حلیم راستی واقعا همه هر چیزه با وقتش. در بار اگر علیم نوشجان کنی خوش آدم قدر نمیه، اما در فصل زمستان واقعا بسیار زیاد خوش آدم میه که علیم آدم نوشجان کنه. این طریق بسیار ساده و آسان پخته کردنش است. اما که علیم پزای ما پخته میکنن دیگه پوره شب زحمت میکشن که اونها علیم پخته میکنن، از او خاطر طریق آسان تر شما بر شما یاد دادم. گوشت با دیگه اضافه میکنم، گوشت اضافه میکنم، گندم و برنج که از ماشین کشتی میرم اضافه میکنم بارش. خب ایره چند دقیقه دیگه مکمل ایره شور میتیم که تا همین گوشت مرغ همراه گندم و برنج خوب حل شود. خب علیم پختن کمک منت کار داره، میبینین که پخته شده با مو شکل که میخواستین. ایت زحمت نکشین بسیار زیاد، 5-6 ساعت فقط از ماشین بکشینش، در وقت کم البته در یک ساعت آماده میشه. کرو ایره بالای من قل دیگه میگذارم. و یک مقدار روغندش اضافه میکنم، به خاطر که مطلع مشهور ما شما داریم که میگن که علیم دریای روغن. باز هر اندازی که روغن خوش داشتین میتونین که دش اضافه کنم. خب روغن گرم شده اضافه میکنم بالای علیم. حرارت زیمان قلم خاموش میکنم. کم نمک دش اضافه میکنم. در گوشت یخنی نمک اضافه کرده بودم. خوبی را مخلوط میکنم. علیم آماده شد، نزدیک به خوردن است.
باز اگه شما خوش دارین میتونین هر چی قیر روغن داشته اضافه کنین میتونین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دمی ظرف همه قدر کفایت میکنه. بوره را پاش میتونم. روغن را داخلش اضافه کردیم. باز اگر شما زیاد روغن خوش دارین میتونین که قسمت وسط زیر کمک چقر کنین و روغن داشت اضافه کنین. یک مقدار بوره درش پاش میتونم. باز میتونین که محل لغمیتن را خوردین باز بوره کم بود بود. اتمند یک کاسه یک بوره هم بریتن در دسترخان میباشه. یک کاغذ که قیچی کردیم دلچینی در داخلش اضافه نکردیم میره درش اضافه میکنم به خاطر که یک شکل مقبوله به خود بگیره. از خاطر این کاغذ که گل درست کردیم. خب این قسمت که زیره که امروی قیچی کردیم میره دلچینی درش اضافه میکنم. به خاطر که دلچینی یک بوی بسیار خوب داره و امروی علیم نوشجان میکننش. میتونین در داخل علیم هم اضافه کنینش و کسی که میخواید به میشکل دروش ها میتونه که ایره پاش بده. دلچینی را انداختین ایره آیسته های کده از روش پس میکنم. ای بود دوستای عزیز علیم که بر شما به طریق بسیار ساده و آسانش ما بر شما یاد دادم. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره.